سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز دوشنبه 28 آذر ماه در 678مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته را با هم مرور می‌کنیم. شوک بزرگ لوکادیا به پرسپولیس. احتمال خروج از ایران در آستانه دربی. در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس باید فردا در 99مین دربی پایتخت مقابل استقلال به میدون بره، یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی سرخپوشان تهرانی، تصمیم به ترک ناگهانی ایران گرفته و قصد داره به بهانه دیدار با خانوادهش به اسپانیا بره. این بازیکن شب گذشته و امروز به فرودگاه امام خمینی رفته تا تهران رو ترک کنه، اما به دلیل نداشتن مفاسا حساب مالیاتی ممنوع الخروج بوده و به همین دلیل هنوز نتونسته کشورمون رو ترک کنه. مهاجم هلندی به پرسپولیس برمیگردد. لوکادیا که از یکی دو ماه قبل شایعه ترک ایران از سوی او مطرح شده بود، حالا قصد داره این شایعه رو عملی کنه و به نظر میرسه فشارهای بین المللی در این زمینه بی تأثیر نبوده، تا اون با استفاده از بند اضطرار که فیفا به اون پای بنده ضمن ترک تهران احتمالاً قراردادش رو با سرخپوشان فسخ کنه. این در حالی است که یحیی گل محمدی به دنبال متقاعد کردن اون برای بازگشته. پیام فوری باشگاه پرسپولیس به مهاجم هلندی. مهاجم هلندی تیم فوتبال پرسپولیس در صورت عدم بازگشت به ایران با اقدام حقوقی و رسمی این باشگاه مواجه خواهد شد. لوکادیا تا 48 ساعت آینده باید به ایران برگرده و اگر اتفاقی غیر از این رخ بده، باشگاه پرسپولیس از این بازیکن به فیفا شکایت خواهد کرد. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که حق و حقوق لوکادیا را هم پرداخت کرده. شایعه جدید در اردوی پرسپولیس. برانکو سرمربی تیم ملی ایران. در حالی که فدراسیون پس از مذاکره با کارلوس کیروش هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده، اما برخی از شاگردان برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس قاطعانه حرف از مذاکره مثبت فدراسیون با سرمربی کروات و سابق سرخپوشان تهرانی میزنند. گفته میشه برانکو تا پایان جام ملت‌های آسیا با تیم ملی عمان قرارداد داره، اما بند فسخ 600 هزار دلاری داره که با پرداخت اون میتونه آزاد بشه. محکومیت 3 میلیاردی برای مدافع جنجالی تیم ملی. در پی شکایت امیر هوشنگ سعادتی از محمد حسین کنعانی زادگان، مدافع تیم ملی ایران مبلغ 70 هزار دلار بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ارزش ریال در حق امیر هوشنگ سعادتی محکوم شد. اسلحه پنهان پرسپولیس مقابل استقلال. یحیی گل محمدی با توجه به خروج ناگهانی یورگن لوکادیا حالا با چالش بزرگ انتخاب مهاجم در مسابقه دربی مواجه شده. به جز لوکادیا، شیخ دیاباته هم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سرخپوشان پایتخت در دوئل فردا با استقلال نیست و همین مسئله باعث شده تا سرمربی پرسپولیس راهی جز انتخاب از میان مهاجمان داخلی تیمش نداشته باشه. بر همین اساس مهدی عبدی و حامد پاکدل در دسترس‌ترین گزینه‌های سرمربی پرسپولیس هستند. بازگشت محمد ربیعی به مس رفسنجان. بعد از تغییرات مدیریتی در باشگاه مس رفسنجان، محمد ربیعی سرمربی این تیم از سمت خود استعفا کرد. در نهایت مدیرعامل جدید باشگاه مس رفسنجان طی صحبت‌هایی که با سرمربی این تیم داشت، اون رو متقاعد به موندن کرد. این مربی در تمرین روز گذشته مسیحا شرکت کرد و در حال حاضر در اردوی تیمش حضور دارد.